بخش برنامه فیلسوف دکتر انورالحق جبارخیل در کنار خود داریم و دوست داریم روی رابطه اسلام و صحت صحبت داشته. اما در قدم اول سلام و صبح بخیر دارم به دکتر صاحب بزرگوار. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر. سلام به شما، سلام به تمام بیننده تلویزیون آینه. صحتمندی شما و همه بیننده خواهان. سلامت باشین، امیدوار هستم که آغازگر یک صبح زیبا و قشنگ بوده باشین دکتر. سلامت باشین دکتر صاحب. ما موضوع برنامه را رابطه اسلام و صحت انتخاب کردیم. بیایم در قدم اول یک تعریف از اسلام داشته باشیم. تشکر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام یک دین کامل و یگانه دین است برای بشریت که از دو بخش جور شده. اولین بخشش، مهمترینش، ایمان، عقیده که ما آمنت بالله را میخوانیم، ولی این اسلام کامل نیست. بخش دومش احکام است، قوانین است، سیستم های الله است و سنت نبوی به خاطر فایده بشریت که نتیجه در دنیا و آخرت صحتمندی است. یعنی دین اسلام دین صحت است و به خاطر صحت ما الله این دین فرستاده و قرآن کتاب صحت است. قرآن کتاب عقلمند است، کتاب کسایی است که پاک هستند، کسایی هستند که با منطق هستند و عقلمند هستند. این کتاب با بی اخلاق کدام کار بار نداره، با کسایی که چتل است، مردار است کدام کار بار نداره. دکتر صاحب، در مورد اسلام تعریفی داشتیم، اما اینجا ما یک کلمه دیگه هم به نام صحت داریم. بیایم تعریفی از صحت هم داشته باشیم. تشکر از شما. در سال 2007 بار اول ما یک تعریف جدید به صحت دادم و تمام تعریفات ما استنباط از قرآن است و سازمان سی جهان تعریف شد. ما چالش دادم. سازمان سی جهان تعریف میکنه که در 1948 یعنی تمام جهان نشست و یک تعریف داد که باز اول تعریف از اونا رو میگیم، باز تعریف خوده. سازمان سی جهان میگه که عافیتمندی کامل جسمی، روحی، جسمی، روانی و اجتماعی است، تنها نبودن مریضی و معلولیت صحت نمیگن. بله. و ما طوری که در 2007 چیز تعریف کردم صحت او ایسته که صحت عبارت از هدف اصلی و ابدی زندگی ماست که متشکل از چهار بود است: روح، روان، جسم و اجتماع. تا ما بتونیم همیشه در اعتدال نگاه کنیم و دوامدار انکشاف بکنیم و رشد کنیم. بله. تنها نبودن مریض جسم صحت نمیگن. بله. پس رابطه صحت اسلام لازم ملزوم هستن. بله. یعنی بدون قرآن کسی که نفهمه عمل بکنه هیچ وقت صحت مند شده نمیتونه و تا صحت نفهمیم قرآن را صحیح نمیفهمیم. دکتر صاحب، بسیار یک تعریف جامع و کاملی هست و بدون شک شما بدون شک خیلی چلنج بزرگی را داده بودید. دکتر صاحب، بیایم روی رابطه ها بیشتر بدانیم که رابطه صحت و اسلام چی هست و بدون شک ما شاهد هستیم که تمام تداوی هایی را که حال جهان غرب کشف کردن بدون شک سال ها پیش و قرن ها پیش در قرآن کریم عظیم شان، در قرآن عظیم شان آمده. بیایم بیشتر بدانیم. بله، ما بسیار خلاص هر امری که الله به ما کرده، مثلا گفت نماز بخونین، روزه بگیرین، دروغ نگوین، زنا نکنین، اسادت نکنین و غیره و غیره، تمام احکام به خاطر یک گپ است که ما مریض نشیم و صحتمند شیم. یعنی روح، روان، جسم، اجتماع ما در یک حالت خوب همیشه قرار داشته باشه، در این دنیا خوب زندگی بکنیم و بالاخره بریم در جنت برای ابد الابد صحتمند شیم. مثلا ما را گفت دروغ نگو. چرا دروغ نگو؟ شما خودتان تجربه دارین و کلگی تجربه دارن، هر وقتی که دروغ گفتین رنگکتان خراب میشه، یا بیخی با اصطلاح سرخ میشین، یا زرد میشین، یا سفید میشین. پس از این خاطر که ما مریض نشویم، ما را گفت که دروغ نگو. ما به خاطر از اینکه بی‌عزت نشیم، شما و کلگی ما تجربه داریم، هر کسی که دروغگوست او هیچ نوع احترام و عزت در جامعه داشته نمیباشه. یعنی سطح روانیش خراب میشه، سطح اجتماعیش خراب میشه و طبعا روحش، سطح روحیش خراب میشه. پس اگر ما را گفت که وضو کنین، وضو چرا کنین؟ وضو چی است؟ دستار میگیریم میشیم، دهن میشیم، پاکیست، پاکیست، صفاییست. یعنی از نگاه فیزیکی ما چی میشیم؟ پاک، صفا میشیم. ما را گفت نماز بخوان. در نماز چی میکنیم؟ ما قرآن قرائت میکنیم. در قرآن باز هدایات است، روح ما تازه میشه، روان ما تازه میشه. وقتی ما سجده میکنیم، سجده سیکنین، در سجده چقدر ما فایده میکنیم؟ جریان خون ما میای به دماغ بسیار زیاد و دماغ ما تازه میشه و از سردردی و از تکالیف دیگه ما بیرون میشیم. و همچنان مثلا ما رکوع چرا میکنیم؟ رکوع هم به خاطر از اینکه هم عبادت الله را بکنیم، تسلیمی بتیم و هم در او تسبیحات بگیم و هم امی عضلات کمر ما انقباض انبساط بکنه، جریان خوب
خون میشه و تازه میشیم و هیچ وقت کمردرد نمیشیم. سعی کنید در نماز وقتی که ما را میگه حرکات میکنیم، این خب به خاطر از است که جریان خون ما همیشه تازه شود و چندین بار باید در روز بکنیم. ما را گفت روزه بگیرین، روزه ما را کنترل ما را بالا میبره، از چیزای بد پرهیز میکنیم و چیزای خوب وصل میشیم. پس همه امر خدا به خاطر صحت ما، به خاطر پاکی است. بسیار میباشین که نمی فهمند زبان برنامه لایو زنگ زدن دکتر. نه من دفعه میباشین که ما قدر کوشش کردیم که تلفن رو باید خاموش کنم. پس هر یعنی صحت تمامش مربوطه قرآن میشه و به احکام الله تعلق میگیره. هر کسی که میخواد صحتمند باید باشه، باید مسلمان خوب شه و مؤمن شه. و یکی از گفتهای ما بر کل جهان است، کسی که مؤمن نیست ممکن نیست که صحتمند شه. یعنی کسی که مسلمان نیست صحتمند نیست و هر کسی که مسلمان خوب نیست او هم صحتمند نیست. دکتر صاحب بیایم خیلی کوتاه در مورد ارزش صحت و صحتمندی در دین اسلام بگیم که چقدر دین اسلام برای صحت و صحتمندی ارزش قائل هستن. بدون شک ما مسلمان هستیم و تمام ما به صحت خود خیلی ارزش قائل هستیم و دوست داریم که صحتمند باشیم. اگر در مسلمان هست، اگر کافر است، تمامشون به صحت خود ارزش میدن. بریم بدونیم که اسلام چقدر به صحت و صحتمندی ارزش قائل شده. من پیشتر براتون عرض کردم که امی قرآن کلش برای صحت است، یعنی کتاب صحت است که یعنی امی کتاب کلش به خاطر صحتمندی آمده. چرا ما هدف ما پیشتر بر گفتم که هدف اصلی و ابدی ما صحت است. وقتی که هدف اصلی و ابدی صحت بود، پس هر حرکت به خاطر صحت است، هر حکم الله به خاطر صحت است. ایمان چرا بیاریم سر الله؟ ایمان خودش تعداب صحت است. اگر ما بالای الله ایمان نبیاریم، احکامش قبول نمیکنیم، احکامش نکنیم، نقص میکنیم، مریض میشیم. و اگر ایمان آوردیم، اعمال خوب میکنیم، عبادت میکنیم، فایده میکنیم و صحتمند میشیم. سلامت باشین دکتر جهان. سپاس، باز هم بسیار خوشحال بودیم و افتخار کردیم که شما در کنارم. سلامت باشین.